امروز چهارشنبه هفتم دل و سال 1394 هجری خورشیدی برابر با 27 جنوریه سال 2016 میلادی است. من فرهاد توحید هستم. با آغاز سال نو فعالیت های طالبان در هرات افزایش خواهد یافت. مسئولان محلی در هرات میگویند بر اساس بررسی های اداره امنیتی مخالفان مسلح دولت در حال آمادگی برای انجام حملات مسلحانه هستند. اما این مسئولان تاکید می‌ورزند که نیروهای امنیتی جلو فعالیت‌های طالبان را می‌گیرند. والی هرات می‌گوید عملیات‌های نظامی بر ضد طالبان در این ولایت شدت می‌گیرد و برای نیروهای امنیتی اجازه راه اندازی هر نوع عملیات نظامی داده شده است. نصیر احمد صالحی گزارش می‌دهد. فرمان جنگ طالبان در هرات در دست استخبارات کشورهای همسایه. مخالفان مسلح دولت در هرات تمامی امکانات و تجهیزات جنگی خود را از استخبارات کشورهای منطقه دریافت می کنند. محمد آصف رحیمی والی هرات در گفتگوی اختصاصی با آریانا نیوز تاکید می ورزد که با آغاز سال نو فعالیت های طالبان در این ولایت افزایش خواهد یافت. اما این مقام محلی هرات می گوید نیروهای امنیتی هم آمادگی دارند و جلوی و هر گونه حمله طالبان را می گیرند. در بحث امنیت سال که پیش روی داریم آمادگی های ما از سال گذشته که باید بهتر باشه. پیش بینی داریم که دشمن بی‌رحمانه حمله خواهد کرد و تلاش داره که هنوز از تلاش های خود نمانده و ما فکر میکنیم که برای سال آینده باید ما تجهیزات ما، پرسنل ما، پلانگذاری ما، تجارم ما از سال گذشته که بهتر باشد در مقابل دشمن و مبارزه آمادگی کافی باید داشته باشه. والی هرات همچنان از شدت گرفتن عملیات های نظامی بر ضد طالبان در این ولایت سخن میگوید. او تاکید میورزد که با نیروهای امنیتی اجازه راه اندازی هر نوع عملیات نظامی داده شده و بر کسانی که دست به کشتار مردم و نیروهای امنیتی میزنند هیچ رحم نخواهد شد. آقای رحیمی میگوید گفتگوهای صلح با طالبان هیچ تأثیر روی عملیات‌های نظامی نیروهای امنیتی بر ضد طالبان در هرات ندارد. هیچ گونه فروگذاش در این زمینه اجازه نیست. از طرف سرقومندان اعلی اردوی افغانستان و قوای مسلح و از طرف ولایت هرات مکملا اجازه هر نوع عملیات داده شده و عملیات ها عملا پلان گذاری شده و بسیار به شدت با طالب ها برخورد صورت خواهد گرفت و صورت گرفته. والی هرات همچنان از بیشتر شدن شمار نیروهای امنیتی در این ولایت خبر می دهد. او می گوید قرار است در تمامی ولسوالی های هرات نیروی پلیس محلی مستقر شوند و در ولسوالی های آسیب پذیر هم قطعات ارتش ملی اعزام خواهند شد. این گفته ها در حال مطرح می شود که در 10 ماه اخیر فعالیت های طالبان در شماری از ولسوالی های هرات چشمگیر بوده است. از ناامنی های شندند تا حملات گسترده طالبان بر ولسوالی های غوریان و کشک کهنه. اما حالا مقام های محلی در هرات ابراز امیدواری می کنند که با آمادگی نیروهای امنیتی در سال آینده هرات آرام تر از پیش خواهد بود.